سلام، وقت شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدین. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با برخی نمایندگان مجلس با اشاره به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در قبال ایران گفت از نظر دولت جمهوری اسلامی این قطعنامه فاقد ارزش است. روحانی گفت قطعنامه پارلمان اروپا دارای بندهای نظیر تاکید بر مذاکره و بهره‌گیری از راه حل سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای است که با نظر برخی دولت مردان آمریکایی مبنی بر وجود همه گزینه‌ها بر روی میز در تضاد است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خواست از گرفتن یارانه‌ها صرف نظر کنند. روحانی گفته اگر تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام نکنند، منابع بیشتری در اختیار دولت برای کمک به افراد نیازمند قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران سفر یک هیئت سیاسی خود به اروپا را لغو کرد. این سفر قرار بود 27 و 28 فروردین ماه انجام شود که کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا روز سه‌شنبه یعنی 19 فروردین با صدور بیانیه این سفر را لغو کرده است. اما با آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که در صدد است کار را تمام کند. دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حالی در وین آغاز می‌شود که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده است ایران موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که بر مبنای توافق ژنو باید تحویل می‌گرفت دسترسی پیدا کند. دور سوم مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین آغاز شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در وین گفت در مذاکرات هفته جاری قرار است بحث‌ها را تمام کنیم و در مرحله بعد در اردیبهشت وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهیم شد. ظریف همچنین شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم نمایندگان 5 به علاوه 1 در مذاکرات با ایران دیدار کرد. در این دیدار آخرین جمع‌بندی‌ها از مذاکرات کارشناسی که هفته گذشته در وین انجام شد بررسی شد و پس از آن ظریف گفت هنوز کار سختی در پیش داریم. به با بیان اینکه امیدواریم بعد از پایان دادن به بحث‌های فنی و کارشناسی وارد تهیه متن پیشنویس شویم گفته است تهیه پیشنویس خود از دشوارترین بخش هاست که در مذاکرات سخت آینده با آن مواجه هستیم. در همین راستا یک مقام آمریکایی نیز هفته گذشته زمانبندی مشابهی را اعلام کرد و گفت امیدوار است نوشتن پیشنویس این توافق در ماه می آغاز شود. از سوی دیگر مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 با بیان اینکه این سومین دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع با ایران است گفته همانطور که در دور پیش هم دیدید ما اعلام کردیم که گفتگوها مفید و ساختاری بوده و پیشبینی من این است که این دور هم مانند دفعه پیش ادامه یابد تا ما به موضوعات کلیدی مورد نظر طرفین بپردازیم. موضوعاتی که باید بخشی از یک توافق نهایی و جامع باشد. آقای مان افزوده است فکر نمی کنم کسی در این دور منتظر توافق باشد بلکه این یک دور دیگر از مذاکراتی سخت است که در ادامه دیدار کارشناسان 5 به علاوه 1 با ایران در هفته گذشته در وین انجام می شود. گفتنی است در مذاکرات این هفته علاوه بر مجید تخت‌روانچی و سید عباس عراقچی معاونان اروپا و آمریکا و حقوقی و امور بین المللی وزارت امور خارجه حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و امیری و رحیمیان به عنوان دو تن از مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی به عنوان اعضای گروه مذاکره کننده ایران یک تیم مشاوره حقوقی به سرپرستی امیر حسین زمانی نیا مشاور حقوقی وزیر امور خارجه نیز گروه مذاکره کننده هسته‌ای را همراهی می کند. در طرف مقابل نیز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا را مقام‌هایی از وزارت دارایی و شورای امنیت ملی آمریکا همراهی می‌کنند. علاوه بر این پال ارواین مدیر دایره پیشگیری از اشاعه تسلیحات کشدار دست جمعی شورای امنیت ملی ایالات متحده و ریچارد نفیو معاون هماهنگ کننده امور تحریم‌های وزارت امور خارجه آمریکا نیز در وین حضور خواهند داشت.
مذاکرات رسمی وین 3 در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 19 و 20 فروردین انجام می‌شود. در این دور از مذاکرات درباره همه مسائل از جمله چهار محور مذاکرات قبلی بحث و گفتگو خواهد شد: رفع تحریم‌ها، غنی‌سازی، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و راکتور آب سنگین عراق از موضوعات دور قبلی مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 بود. بر اساس توافقنامه هسته‌ای که ماه نوامبر 2013 به امضا رسید، طرفین باید ظرف 6 ماه به توافقی جامع برسند که این مهلت 30 تیر 93 به پایان می‌رسد. در همین راستا هفته پیش نیز مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی در مقر سازمان ملل متحد در وین انجام شد. روزنامه قانون از تلاش حسن روحانی برای انتقال بازی قدرت و سیاست از تهران به قم خبر داد. این روزنامه که وابسته به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت روحانی است، هدف از این اقدام موفقیت‌آمیز رئیس دولت 11 را ساختار حصار محکم مقابل تندروهایی که تخریب دولت را در دستور کار خود قرار دادند اعلام کرده است. روزنامه قانون در ادامه گزارش خود اضافه کرده که روحانی برای پیشبرد اهداف خود احتیاج به همراهی این شهر با سیاست‌هایش دارد و از حضور پرتعداد اعضای دولت در قم به عنوان یکی از نشانه‌های روشن سیاست رئیس دولت 11 نام برده است. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد نیروهای سپاه پاسداران یک تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه را در خوزستان شناسایی و دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی کل سپاه پاسداران گفته است این عملیات توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه ولیعصر در استان خوزستان در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر ساماندهی و اعزام یک تیم عملیاتی برای اقدامات تروریستی و خرابکارانه در ایران انجام شده است. روابط عمومی کل سپاه همچنین گفته است افراد دستگیر شده قصد بمب‌گذاری و خرابکاری در برخی اماکن و مقرهای حساس، ترور و ایجاد فضای رعب و وحشت و ناامنی در جامعه را داشتند. تیر ماه سال گذشته نیز وزارت اطلاعات از کشف یک شبکه تروریستی در استان فارس خبر داد و اردیبهشت ماه 1392 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز این وزارتخانه از بازداشت اعضای دو گروه تروریستی خبر داد که قصد وارد کردن سلاح به ایران را داشتند. دادستان زابل از اجرای حکم 3 به اتهام ترور موسی نوری دادستان زابل و راننده دادستانی خبر داد و گفت این حکم به زودی اجرا می شود. محمد مرضیه به رسانه ها گفت پرونده 3 از متهمان اصلی ترور دادستان زابل پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان ارسال شد و جلسه نخست دادگاه 5 اسفند با حضور خانواده کشته شدگان و وکلای تسخیری متهمان برگزار شد. 15 آبان سال گذشته خودروی موسی نوری قلعه‌نو دادستان زابل هدف اصابت گلوله قرار گرفت. در این حادثه دادستان زابل به همراه راننده خود به قتل رسیدند. و اما واکنشان نسبت به آزادی 4 مرزبان ایرانی از سوی گروه جیش العدل همچنان ادامه دارد. در این راستا فرمانده مرزبانی ناجا اعلام کرد اصل ماجرای گروگانگیری مرزبانان مشکوک است. در همین حال اسماعیل کوسری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است 4 سرباز آزاد شده باید تنبیه شوند. حواشی مربوط به نحوه به گروگان گرفته شدن سربازان روبوده شده، خبر مرگ یکی از آنها و سپس آزادی آنها همچنان ادامه دارد. در همین رابطه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به شدت از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقاد کرده و این سوال را مطرح کرده است که چرا او در همان روزهای اسارت سربازان ایرانی از نفوذ خود استفاده نکرده است. نویسنده این مقاله با دستمایه قرار دادن بیانیه جیش العدل ادعا می کند علمای اهل سنت از همان ابتدا با گروگانگیرها در ارتباط بودند و باید زودتر برای آزادی سربازان اقدام می کردند. در واکنشی دیگر در این زمینه یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه گفته اقتدار جمهوری اسلامی و قاطعیت و جدیت مسئولین عامل اصلی آزادی مرزبانها بوده است. جوانی افزوده اینکه واسطه ها و گروه های دیگری بخواهند در موضوع آزادی مرزبانان مطرح شوند برآورد صحیحی نیست. به اضافه کرده
اینکه برخی میگویند آزادی مرزبانان نشان داد میتوان با مذاکره و گفتگو در راستای تأمین امنیت ملی بهره برد، اساساً یک خطای راهبردی است. این فرمانده سپاه همچنین گفته هیچ حاکمیتی با گروه‌های تروریستی وارد مذاکره نمی‌شود و قطعاً جمهوری اسلامی از این توان برخوردار است که با گروهک‌های ضد امنیتی برخورد قاطع انجام دهد. اسماعیل کوثری، نماینده کنونی مجلس و فرمانده سابق سپاه نیز در ادعایی گفته جیش العدل می‌دانستند که اگر این سربازان آزاد نشوند با آنان چه برخوردی خواهد شد. کوثری افسوده یقیناً اگر قبول نمی‌کردند که سربازان ما را آزاد کنند، تک تک تروریست‌ها را به هر قیمت که شده به درک واصل می‌کردیم. به اضافه کرده نیروهای مردمی در آزادی مرزبانان ایرانی دخیل بودند، اما تروریست‌ها از ترس واکنش نیروهای مسلح مرزبانان ایرانی را آزاد کردند. کوثری همچنین خواستار تنبیه 4 سرباز به دلیل بی‌مسئولیتی هنگام پست دادن شده است. اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران، نیز روز یکشنبه 17 فروردین ماه گفته بود وضعیت این سربازان در لحظه‌ای که به گروگان گرفته شدند مصداق بی‌انضباطی بوده است و موضوعی بوده که به غرور انسان آسیب می‌زند. در همین راستا سرتیپ حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ناجا، اعلام کرد که اصل ماجرای گروگانگیری مرزبانان مشکوک است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ذوالفقاری در رابطه با وقوع این گروگانگیری گفته است شرایط در زمان گروگانگیری طبیعی نبوده و ناجا مشغول پیگیری این پرونده است. آنگونه که فرمانده مرزبانی ناجا اعلام کرده، حال همگی این سربازان خوب است و در وضعیت روحی مناسبی به سر میبرند. با این همه در صحبت‌های مقام‌های ایرانی شبهات بسیاری در مورد مرگ گروه بان یکم جمشید دانایی‌فر وجود دارد. علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، نیز در این خصوص گفته نخستین اظهار نظر 4 سرباز آزاد شده این بوده که آقای دانایی‌فر یک ماه است که از آنها جدا شده است. وی افزوده بر اساس گفته‌های این سربازان هر 5 نفر آنها حدود 27 روز با هم بودند و سپس آقای دانایی‌فر از آنها جدا شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی در مورد مرگ جمشید دانایی‌فر گفته است نمیتوان این قطعیت را 100% اعلام کرد. به گفته است اگرچه بیانیه خود گروه این را نشان می‌دهد و می‌گوید این اتفاق برای ایشان افتاده، اما در این باره تردیدهایی وجود دارد و ایران باید قرائن و نشانه‌هایی درباره مرگ او جمع‌آوری کند و جنازه او نیز باید تحویل ایران شود. 4 سرباز از 5 سرباز ایرانی که در بهمن ماه سال گذشته به اسارت گروه جیش العدل درآمدند، روز 17 فروردین به کشور بازگشتند. پس از آزادی این 4 سرباز اعلام شد که یکی از آنها با نام جمشید دانایی‌فر بنا به ادعای گروه جیش العدل به قتل رسیده است. جیش العدل و گروهی از رسانه‌ها از مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و گروه دیگر از روحانیون اهل سنت به عنوان اصلی ترین واسطه های آزادی این مرزبان ها نام بردند. در حالی است که حسن روحانی و سایر مقام ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی نه تنها به نقش این روحانیون هیچ اشاره‌ای نمی کنند، بلکه تلاش دارند مذاکره با گروه جیش العدل را نیز انکار کنند. شمارش موقتی و اولیه آرای مردم افغانستان که درون صندوق‌های اخذ رأی به کابل منتقل شدند نشان می‌دهد که عبدالله عبدالله بیشترین رأی را به دست آورده است. رویترز گزارش داده است بر اساس شمارش اولیه و موقتی آرا در بعضی از مناطق شهر کابل و ولایات دیگر، دکتر عبدالله بیشترین آرا را به دست آورده است. این در حالی است که 2 کاندیدای دیگر او، زلمی رسول و اشرف غنی، از تقلب شکایت کرده اما در این حال گفتند که به نتایج احترام می‌گذارند. در همین رابطه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است از 34 ایالت این کشور صندوق‌های آرای 20 ایالت برای شمارش به کابل منتقل شدند. این کمیسیون گفته است سایر صندوق‌های آرای انتخابات ریاست جمهوری تا هفته آینده به کابل انتقال می‌یابد. شب گذشته ائتلاف مخالفان سوری اعلام کرد 15 نفر را به عنوان اعضای جدید کمیته سیاسی خود برگزید و شرایط لازم برای اختصاص دادن کرسی سوریه در اتحادیه عرب را به دست آورده است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، ائتلاف مخالفان رژیم سوریه 15 نفر را به عنوان اعضای جدید کمیته سیاسی خود برگزید و اعلام کرد شرایط لازم برای اختصاص دادن کرسی سوریه در اتحادیه عرب را به دست آورده است. در رویداد دیگر مرتبط با سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفته است که پروژه اسلام سیاسی شکست خورده و سیاست باید از دین جدا باشد. به گزارش تلویزیونی دولتی سوریه، این سخنان اسد در دیدار با رهبران حزب بعث و در 67مین سالگرد تأسیس این حزب ایراد شده است. اسد در این دیدار گفته است هنگامی که در داخل نیرومند باشیم، هر کس که در خارج است خارج میماند. دو پدیده وجود دارد که حزب بعث باید برای تغییر آنها تلاش کند، یکی تندروی است و دیگری کمبود آگاهی. او ادامه داده پروژه اسلام سیاسی شکست خورده است، باید فعالیت سیاسی را از دینی جدا کرد. رئیس جمهوری سوریه در سخنان روز دوشنبه خود همچنین تمام مخالفانش را که علیه او می جنگند تروریست خطاب کرد و گفت در حال نبرد با اندیشه‌های تندرو و عقب مانده است. این سخنان اسد در حالی مطرح می شود که نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین حامی او در منطقه است. رهبران جمهوری اسلامی همواره منادی اسلام سیاسی بودند و با جدایی دین از سیاست مخالفت می کنند. هنوز معلوم نیست مقامات جمهوری اسلامی چه عکس العملی نسبت به این سخنان آقای اسد نشان خواهند داد. به اعتقاد ناظران نباید منتظر عکس العمل تندی از سوی مقامات جمهوری اسلامی باشیم، چون در غیر این صورت باید پاسخی به طرفداران خود درباره کمک‌های مالی و تسلیحاتی و جانی افرادش که برای ادامه حیات رژیم سوریه تقدیم کرده ارائه کند. مجلس سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهد داشت. بر طبق این قانون که سناتور جمهوری خواه تد کروز از ایالات تگزاس آن را پیشنهاد داده، آنهایی که تروریست توصیف شدند از ورود به خاک ایالات متحده و خدمت در سازمان ملل به عنوان سفیر منع می شوند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه که کابینه جدید خود را هفته گذشته معرفی کرد، امروز در مجلس برای به دست آوردن رأی اعتماد نمایندگان حضور داشت. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. در لحظه ای که این گزارش رو مشاهده می کنید، آقای مانوئل والز نخست وزیر جدید فرانسه در حال سخنرانی در مجلس برای کسب اعتماد است. البته اولین جلسه هیئت دولت روز جمعه در کاخ الیزه برگزار شد، اما بر اساس ماده 49 قانون اساسی نخست وزیر می بایست که در مجلس حضور بیابه و از برنامه های خودش صحبت بکنه. البته از سال 1993 نخست وزیرهای سابق هم به مجلس آمدن، اجباری هم به معنای حضور خود او در مجلس وجود نداره. رأی اعتمادی که امروز به دست خواهد آمد برای مجلسی که 577 نماینده مجلس داره و 291 نامزد سوسیالیست، کار دشواری برای آقای مانوئل والز نخواهد بود. البته افراطیون چپ گفتند که رأی نخواهند داد. از حزب سبز هم هنوز مشخص نیست که آیا غایب خواهند بود و یا که رأی ممتنع خواهند داد. آقای نوئل ممر، زمانی روزنامه‌نگار و اجرا کننده برنامه اخبار هشت شب تلویزیون که حالا یکی از اعضای برجسته حزب سبز است، گفته است او در مجلس در هنگام رأی گیری شرکت نخواهد کرد و به گفته او زیر آسمان دولت جدید آقای مانوئل والز امر تازه‌ای اتفاق نیفتاده. در جمع نمایندگان مجلس قطعا حزب کمونیست هم رأی نخواهد داد، ولی همطور که گفته شد آقای مانوئل والز برای کسب رأی اعتماد مشکلی نخواهد داشت. در مورد مراوده او با اشخاص مشاورین سیاسی و یا اقتصادی که تا به امروز آقای مانوئل والز برنامه‌های خودش رو با آنها همراه کرده، از آقای کریستوف دومارجاری رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی توتال هم یادآوری شده. آقای مانوئل والز در سال 1982 ملیت فرانسوی گرفت. او زاده بارسلون است. البته پدر او در سال 1948 از حکومت فرانکو گریخت و به فرانسه آمد. البته بعدها آقای والز به طور مستقل
فعالیت‌های سیاسی شو در حزب سوسیالیست و در کنار آقای میشل روکار ادامه داد. آقای والز به گفته یک سوم ملت فرانسه نه چپ هست و نه راست. رسانه‌ها در این مدت همینطور به خانم آن گراون همسر آقای مانوئل والز هم توجه کردند که وی نوازنده چیره دست ویولون هست و شخصیت محبوبی در جمع افکار عمومی داره. روی هم رفته پرسش در این زمان این است که آیا آقای اولاند بیشتر به آقای مانوئل والز احتیاج داره یا برعکس؟ اما آنچه که مسلم است وضعیت همونطور که خود آقای مانوئل والز امروز گفته است بسیار دشوار، برنامه‌ها بسیار سخت و این دوره بحرانی رو تنها با کار و کار و کار می شود پشت سر گذاشت. پاریس، تلویزیون ایران فردا. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل اعلام کرد که شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور برای گفتگو با مقام‌های چینی درباره مسائل دو جانبه از جمله درباره برنامه اتمی ایران به پکن رفته است. بر پایه این بیانیه شیمون پرز در دیدار با شی جینگ پینگ همتای چینی خود و سایر مقامات آن کشور در خصوص مناسبات دو جانبه و نیز مسائل منطقه‌ای هم گفتگو خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل رئیس جمهوری چین شیمون پرز 92 ساله را به دیداری 3 روزه دعوت کرده است. این نخستین بار در 10 سال گذشته است که چین رئیس جمهوری اسرائیل را به دیدار رسمی از آن کشور دعوت می‌کند. نیکولاس مادارو رئیس جمهوری ونزوئلا با دیدار با نمایندگان اپوزیسیون با هدف پایان دادن به تظاهراتی که پیش از 2 ماه در این کشور آغاز شده موافقت کرد. از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی ونزوئلا و در جریان درگیری معترضان با نیروهای امنیتی 39 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. معترضان معتقدند که مادارو در مقابله با تورم، فساد، بیکاری و تامین نیازهای اولیه مردم عملکرد ضعیفی داشته است. اما پس از الحاق کریمه به روسیه مجدداً 3 شهر دیگر اوکراین نیز شلوغ شده و گمان می‌رود که روسیه در این شهرها هم به دنبال ماجراجویی است. در این خصوص و به دنبال نارامی در 3 شهر اوکراین، کاخ سفید به مسکو هشدار داد که از تصرف اوکراین خودداری کند. 3 هفته پس از برگزاری رفراندوم در شبه جزیره کریمه، جدایی خواهان هوادار روسیه حالا خواستار جدایی منطقه دونتسک از اوکراین و الحاق آن به روسیه شدند. آنها گفتند که تا روز 11 ماه می بایستی یک همه پرسی در مورد تأسیس جمهوری مردمی دونتسک برگزار شود. نزدیک به 1000 نفر از جدایی خواهان طرفدار روسیه که در میدان مقابل ساختمان استانداری دونتسک جمع شده بودند، همچنین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند تا نیروهای صلح‌بان به این منطقه اعزام کند. دولت اوکراین این اقدام را غیرقانونی خوانده است. دولت اوکراین نگران آن است که تظاهرات جدایی خواهان در دونتسک و 2 شهر دیگر در شرق این کشور موجب افزایش تنش و زمین‌سازی ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه شود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفته است که روسیه در حال آماده سازی تدارکات یک حمله نظامی است. او مسکو را متهم کرده که پس از جدایی کریمه از اوکراین به دنبال جدا کردن بخش‌های شرقی این کشور است. وی همچنین با اشاره به استقرار نیروهای روسی در 30 کیلومتری مرز اوکراین تاکید کرد که این کشور اجازه نمی‌دهد که نیروهای خارجی خاک اوکراین را در تصرف خود درآورند. 10,000 سرباز روسی از چند هفته پیش در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین مستقر شدند. در همین حال، وزارت امور خارجه روسیه با رد اتهامات وارده از سوی اوکراین گفته است که کیف بایستی از متهم کردن روسیه برای مشکلات خود دست بردارد. این وزارتخانه در بیانیه خود نوشته است چنانچه نیروهایی که خود را دولت اوکراین می‌نامند همچنان به اداره کشور به این طرز غیر مسئولانه ادامه دهند، بروز نارامی‌ها و بحران‌های تازه اجتناب ناپذیر خواهد بود. در همین حال سخنگوی دولت آلمان اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قول داده است که به وعده خود برای عقب کشیدن نیروهای نظامی از نزدیکی مرزهای اوکراین عمل کند. آلمان و اتحادیه اروپا تهدید کردند چنانچه روسیه به ناامنسازی اوکراین ادامه دهد تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور به اجرا گذارند.
در رویدادی دیگر کاخ سفید با تاکید بر وجود شواهدی در خصوص دست داشتن روسیه در این اقدامات به مسکو هشدار داد که از تصرف آشکارا یا مخفیانه مناطق شرقی اوکراین خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به تصرف ساختمان‌های اداری در سه شهر خارکوف، دونتسک و لوهانسک گفت شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از تظاهرکنندگان در این شهرها از قبل پول دریافت کرده بودند و از ساکنان محلی نبودند. کارنی هشدار داد که تلاش آشکارا و مخفیانه روسیه برای ورود به مناطق شرقی اوکراین می‌تواند به شدت بر تنش‌ها بیفزاید. وی گفت ما ضمن هشدار درباره مداخله نظامی بیشتر روسیه در اوکراین از رئیس جمهور این کشور و دولتش می‌خواهیم تا به تمامی تلاش ها برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین پایان دهد. در همین رابطه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که جان کری وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به وضوح گفت که هر گونه تلاش بعدی روسیه برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین هزینه های بیشتری را برای روسیه تحمیل خواهد کرد. خانم ساکی با بیان اینکه جان کری در گفتگو با آقای لاوروف تاکید کرده است که تحرکات مناطق شرقی اوکراین ناگهانی نبوده است، افزود آقای کری گفت اوکراین تاکید دارد که این کارزار به دقت از سوی روسیه هماهنگ شده و حمایت می شود. ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحرکات صورت گرفته در سه شهر شرقی اوکراین تاکید کرده است که به دقت این منطقه را تحت نظر دارد و همچنین افزوده که در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو است. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا قرار است که به منظور تخلیه ساختمان‌های اداری از نیروهای هوادار روسیه، شماری از اعضای دولت اوکراین به سه شهر شرقی خارکوف، دونتسک و لوهانسک سفر کنند. جان کری هم در این خصوص اعلام کرده که در نظر دارد با دیپلمات‌های برجسته روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا دیدار و در خصوص رفع تنش در اوکراین گفتگو کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا قرار است این دیدار در 10 روز آینده صورت گیرد. تنش میان هواداران روسیه و ملیگرایان اوکراینی در مناطق شرقی اوکراین پس از آن آغاز شد که ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین پس از حدود 3 ماه تظاهرات ملیگرایان طرفدار غرب از مقام خود برکنار شد و به روسیه فرار کرد. متعاقب آن اوضاع در شهر کریم متشنج و این شهر خواهان پیوستن به روسیه شد. پس از آن یک همه پرسی در کریم برگزار و 95% مردم آن رأی به الحاق کریم به روسیه دادند. پس از پیوستن این شبه جزیره به روسیه، غرب به شدت آن را تقبیح کرد و تحریم‌های شدیدی علیه روسیه وضع کرد. امیر عباس سلطانی از نمایندگان مجلس در گفتگو با سایت تدبیر با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت زنجانی پیش از عید اعتراف‌های مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست داشته است. نماینده بروجن در مجلس افسود ما پیش از این اعتراف ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمیتوانسته تمامی تخلف ها و کلاهبرداری ها را انجام دهد، بلکه با حمایت و پشتیبانی عده یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد. او همچنین درباره جزئیات اعتراف های بابک زنجانی و اینکه چه افراد یا فردی او را همراهی میکردند بیان کرد کلیات این پرونده محرمانه است و نمی شود اسم کسی را رسانه‌ای کرد، اما آن چیزی که محرز است این است که او یک فرد نبوده و تشکیلات گسترده‌ای پشت او بودند. چند پیش با سر و صدای زیاد اعلام شد سایه مقدسی به دستور حسن روحانی برای درمان به آلمان فرستاده شده است. حال با پذیرفتن مسئولیت از سوی مسئولان جمهوری اسلامی روند درمان دانش آموز نخبه 16 ساله متوقف شده است. سایه مقدسی دختر 16 ساله مراغه است که برای طی کردن مراحل درمانی خود در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان به سر می‌برد، اما به خاطر کوتاهی مسئولان جمهوری اسلامی وضعیت حادی را می‌گذراند. سایه حدود 1 سال است که با نوعی بیماری خونی دست به گریبان است. پلیس اسپانیا 4 نفر را که قصد داشتند تجهیزات نظامی به ایران قاچاق کنند را بازداشت کرد. به موجب تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر مناقشه هسته‌ای با جمهوری اسلامی، خرید، فروش و صادرات هر گونه تجهیزات نظامی به ایران ممنوع است. این خبر در حالی منتشر شده که تیم مذاکره کننده ایرانی در حال حاضر برای انجام دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای در وین به سر می‌برد.
پلیس اسپانیا میگوید 4 فرد را دستگیر کرده که قصد داشتند تجهیزات صنعتی که میتواند کاربرد نظامی نیز داشته باشد به ایران ارسال کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس اسپانیا مظنون است که این 4 فرد تصمیم داشتند ماشین‌آلات صنعتی که میتوانند در ساخت و راه اندازی موشک کاربرد داشته باشند به ایران ارسال کنند. وزیر کشور اسپانیا همراه با ژاندارمری این کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که مأموران اسپانیایی 2 دستگاه فلزکاری ساخت شرکت لیفلد را که سال پیش به شکل غیرقانونی از بریتانیا به اسپانیا صادر شده بود توقیف کردند. بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است، این دستگاه ها کاربرد 2 منظوره دارند و هم می توانند استفاده غیر نظامی و هم استفاده نظامی داشته باشند و به همین خاطر ارسال آنها به ایران نقض تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران به شمار می رود. گفته می شود 3 اسپانیایی و 1 ایرانی در این رابطه در شهرهای بارسلون، تاراگونا و پالما د مایورکا دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، این عملیات به نام تراکوتا سال گذشته و پس از آن آغاز شد که پلیس اسپانیا ورود 2 قطعه ماشین‌آلات فلزکاری از 1 شرکت بریتانیایی را ثبت کرد. در این بیانیه آمده است مقامات اسپانیایی تایید می‌کنند که مقصد اصلی این ماشین‌آلات که به شکلی غیرقانونی به اسپانیا وارد شدند مخفی مانده بود تا آنکه زمان مناسب سر برسد و به ایران ارسال شوند. افراد دستگیر شده به عضویت در گروه‌های تبهکاری، پولشویی و جابجایی غیرقانونی محصولات 2 منظوره متهم شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس اسپانیا همچنین 10,000 یورو پول نقد و تعدادی مدرک مرتبط با صادرات فناوری‌های 2 منظوره از این افراد مصادره کرده است. این نخستین بار نیست که خبر دستگیری افرادی در رابطه با صادرات تجهیزات نظامی به ایران منتشر می شود. پیشتر آسوشیتد پرس خبر داده بود که 1 تاجر بازنشسته بریتانیایی در صدد فروش تجهیزات موشک‌های زمین به هوا به ایران بوده است و در جریان محاکمه او روشن شد که او پیش از آن فناوری‌های آمریکایی نیز به ایران فروخته است. در سال 2008 نیز زنی ایرانی به نام شهرزاد میرقلی خان به جرم تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی از آمریکا به ایران دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شده بود که در نهایت با میانجیگری عمان آزاد شد. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردین تا این ساعت. تا دقایق دیگر بیننده برنامه صفحه‌ای که ما خواهید بود که نگاهی خواهد داشت به مطبوعات داخل کشور. شب و روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.